با سلام و درود بیننده عزیز، یک نویسنده است از اسرائیل، نامشم اسرائیل هارل است. ایده چشمه الف ریلام، ای آدم مؤسس مؤسسه صهیونیسم مذهبی است در نهاد شالوم هارتمن، بسیار یک آدم کلان است. ای در روزنامه هارتس یک مقاله نوشته، گفته یعنی می آدم فرهنگی فرهنگستانی اکادمیک، گفته که کرانه باختری که حال سر برداشته باید خیشاوه شود. و چرا؟ خب حالا که ایتر شده، عملات انتحاری نار بسا ترسانده. اولین حملات انتحاری که در اونجا دیده شد در حوزه جنگ فلسطین، آخرین حملات انتحاری نیست. از این خاطر اینا نظریه پردازان دوباره به میدان آمدن. چطور؟ واقعا وحشتناک است. همه گی به تشویش از چی اتفاق میفته. انتحاری یعنی دشمن همیشه اما نادیده. ای آدم میگه، اسرائیل هارل میگه که ما نباید اجازه بدیم که یک انقلاب دیگه، انتفاضه دیگه از استقامت کرانه باختری و فلسطین رونما شود علیه ما. دهیت یک وقتی که چند جبهه دیگه در جنگ هستیم. تلاش برای حمله تروریستی در تل‌آویو در اوایل این ماه گذشته باید به عنوان آغاز موج از عملات انتحاری تلقی شود. خب این موج نبود، یک حادثه منفرد بود، نشد. اما ای اگر جمعی شود، زنجیره‌ای شود چطور؟ یادم میگه که دیگه نیازی به عملیات گسترده در کرانه باختری مثل ای که در سال 2002 عملیات سپر دفاعی انجام شد، ای کار نباید حال شود. حالا باید متفاوت باشه. عملیات کنونی نیروهای دفاعی اسرائیل در اینجا بر سه محل خاص متمرکز است که باید انجام شود. نباید با یافتن مغزا، بمسازا و عوامل ای کارا بسنده شود. یک چند نفر که یافتی بمسازی بگو خود رف و رجوع شد، مشکل برطرف شد. نه، میگه ما با اقدام سریع و جامع در هر مکان و هر تونل که در او امکان ساخت سلاح یا مهمات یا آموزش و حملات وجود داره باید سری بزنیم. گزینه ها کم نیستن و تمامی حفره ها را ما باید مسدود بکنیم. خب البته یک طرح خوب است، از نظر عملی آیا شدنی است؟ خود یادم میگه که تنها راهی است که میتونیم از تکرار صحنه های نه چندان دور انتفاضه دوم، انقلاب دوم فلسطین جلوگیری بکنیم که در او مردم اتوبوس ها را همراه با سرنشینانش منفجر میکردن. نباید تکرار شود. مادران و کودکان در کافه ها به قتل رسیدن در مو زمان. خریداران در مراکز خرید سلاخی شدن. عروس و دامادا، میمانایشان در مراسم عروسی لط و پار شدن و بعد از او بیاد ماندنی ترین چیز دیگر افتاد. بمبگذاری انتحاری در سال 2002. خب در اونجا در نتانیا که دو ده ها نفر شهروند سال خورده قتل عام شدن، میگه اگر او طرف اجازه ندین که ازمیاله ازمیاتون که او تو یک صحنه ها دوباره بیاید. خب ما شما حالا 2002 سال، 22 سال گذشته، تقریبا 23 سال میشه. آیا چیزهایی که اسرائیل هارل گفته ای آدم حال ممکن است دیر نشده؟ اینمی چیزایی که گفته که بخی کاملا خیشاوا بکن که از بین برده شد تمامی افراها و مثلا لایه های ای عناصر 50 سال پیش یا 60 سال پیش امکان داشت. تو وقت زیاد نهادینه نشده بود، زیاد تباهی نیامده بود، زیاد مردم از خانه هایشان رانده نشده بودند و انگیزه هایشان قوام نگرفته بود، بسیار به این شکل قوام تلخ. حال چطور؟
آل اینمی چیزی که آدم گفته از اراده اسرائیل و دایره امکاناتش هم خارج است. شما چی میگین دیم بار؟ خب این میگه که ما باید بیاد بیاریم که صدر اعظم های اسرائیل مرتب پشت یکی دیگه آمدن رفتن. مقامات ارشد دفاعی و افسران ارشد باور نداشتند که عملات اولین حمله این طوری که رویدادهای منفرد بودن و وقت اینقدر زیاد و کشنده شوند. در زمانش واکنش مناسب و ریشه‌ای و سراسری نشان ندادن. چطور نشان ندادن؟ چی میکنن؟ کلگی را در یک شب قصابی میکنن، مثل مراکز آدمکشی آشویتس. چیزی که در توانشان بود کردن دیگه. خب از نظر ای آدم میگه نه نشده، اشتباه راهبردی غیر قابل جبران همی است که همه چیز اینا در جبهه رانده شدگان از خانه ها و کشتزارهای بومیان آسان گرفته بودند. این اشتباهشان بود. این در واقع نشانگر عمق سطحی نگری نخبگان اسرائیل است. چرا؟ از زمان هیچ نیاموختن. عالیم، میلی به آموزش و اصطلاح کارگیری تجربه ندارم. میبینیم که در غزه و در شمال چی حال انداختن در حال نوبت کرانه باختری است. یک زمانی یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین در واقع شریک صلح اینا بود. یعنی او آدم یک قسم اردن خیال بود، مزاجش متمرکز نبود، یک آدم قاطع ناشکن نبود، نرمگردن بود. یک کشور که میرفت دستش دراز بود، هر چیزی که اونا میگفتن کشورهای عربی. خب خلاصه شریک صلح زینا بود در هر حالتش. اما در زمانی که مثلا اسرائیل خورشید کاذب فتح و پیروزی از همه جا بر رویشان میتابید، امی چیری یا سر عرفات هم بر از اینا نماد از شر و غروب در برابر دولت یهودی بود، برشان اهمیت نداشت. یا سر عرفات بهترین چیره بود که اسرائیل نجات پیدا میکرد. یک کشور در کنار از اینا میخواست. حالا ببینین اوضاع چقدر عوض شده. کسی به یک کشور جداگانه قانع نیست. بعد از عرفات دو کرسی گذاشته شده که دو نفر کامل متفاوت روی از اون نشستن. دو کرسی روی کرسی کاغذی اما مطلوب محمود عباس پیر نشسته در کران باختری و روی کرسی جنگ روی لبه شمشیر یحیی سنوار استاده است. آه چقدر عوض شد. حالا جالبشیست بازم که اسرائیل نه محمود عباس خمگردنه قبول داره، نه تحمل یحیی سنوار داره. امروز نه عرفات و نه توافق اسلو وجود نداره. وقت توافق اسلو و عرفات بودن چی شد؟ چه کسی توافقات اسلو رو نقض کرد که پیشبینی ایجاد دو کشور بود در کنار هم؟ تنها صحبت در مورد توافق اسلو نقاب از روی پروفیسور اسرائیلی بر می دارد. دور نره تنها اسلو. خب حالا اینا میگن که در روزهای اخیر یک سری عملیات در مقیاس کوچک انجام شده که مغزها را شکار میکنن. مغزها منظورشان هم ترورای نقطه چین است، دانه چینی اسرائیل است در ترور در لبنان و در جنوب میزنن. بله اوزار به اصطلاح به ایام وحشتناک اوایل سال 2000 میبره. خب شکار مغزها وقتی که میگیم این، خب بر آتش خشم طرف مقابل بیشتر پترول میریزه. یعنی چی؟ یعنی نتیجه معکوس میشه. سابق تاسیسات کلیدی اسلحه نبود، آل است.
سابق تجربه شکست بزرگترین ارتش خاور میانه که اسرائیل باشه. البته نبودی، با سنگ و چوب نمیشه تیر شکست داد. عالی ارتش با راکت های بالستیک و راکت های برکان، راکت های الماس و پهپادهای جادویی کوبیده میشه. این تفاوت موازنه قوا به وجود آمده. یعنی چی؟ شکار مغز، هر قدر اینا شکار مغز بکنن نتیجه معکوس است. شکار مغزای منفرد ده اینجا و اونجا به جای فلج کردن طرف انگیزه بخش است. ما دیدیم دیگه از 11 ماه اخیر، یعنی که اسرائیل در بحث بقا به اصطلاح منفرد و در بنبست مانده، با وجود که مقاله ای پروفیسور اسرائیلی را نکات عمدهش خدمت شما گفتم. اما این تیوریسن اسرائیل میگه که نه، این کافی نیست. چیزی که در مقاله اسرائیل هارل دیدم تفاوت با دیدگاه های نتانیاهو و بنگویر نداره. مثلا میگه یک عملیات در مقیاس کوچک طبق تعریف کوتاه مدت است و این کافی نیست. شما میرین میزین پس برمیگردین. یعنی اونجا کاملا از صفحه هستی باید پاک شود. اینطور میگه. میگه نیروهای ما میرن، تروریست ها پراگنده میشن، وقتی که اینها پس برمیگردن اونام دوباره برمیگردن شروع میکنن. نسخه 2024 عملیات سپر دفاعی باید زمانی انجام شود که این روند هنوز در مراحل ابتدایی خود است، عمل شروع شود، شروع امامای خون صحیح. آل کسی پرسان نمیکنه که خب یعنی که امامای خون حسابی را بیاندازه، اما نمیگه که امامای خون قبلی چرا به نتیجه نرسید. 77 سال شده. اینمی نظریه پرداز اسرائیل، حتی آریال شارون او قصاب فلسطینی ها را انتقاد میکنه، میگه که او ضربه نهایی را وارد نمیکرد تا آخره مثلا تروریست ها را محو نمیکرد. در او زمان آریال شارون میگه گفته بود نخست وزیر مجبور شده بود به اصطلاح دست نگه دارین، به این شکل پیش رفته نمیشه. یعنی به اصطلاح ما که خودداری میکنیم، سعی صدر نشان میدیم، به اصطلاح نمایش دهنده قدرت ماست، خیر است. مگر ای اسرائیل هار معلوم میشه که از کارنامه آریل شارون درست روایت نمیکنه، دروغ میگه. شارون در قتل در میدان جنگ نابرابر هیچ گاه دست خدا نبسته بود، خودداری هم نکرده بود. یه تیوریسن میگه که شارون حتی بعد از کشته شدن صدها یهودی که اکثرشان هم غیر نظامی و سربازان بودند، سربازان اخلاق، این دکترین رها نکرد. یعنی در او قتل ها نباید حتی یک شلیک به سوی مجریان کشتار اسرائیلی نمیشد. نه، به همین سبب شارون به حد کافی میگه عمل نکرد. خب حالا چوب برداشته گذشته ها رو میزنه. از حال باید گپ بزن که وضعیت حالا با دوره شارون با دوره دو کاملا متفاوت است. خب میگه که مثلا در مارچ 2002 که در موقع 105 غیر نظامی 26 سرباز کشته شدن، اونا او رو آقای امنیت نام شمانده، به قسم کنایه میگه شارونه. میگه برتش دستور داد که عملیات سپر دفاعی را آغاز کنن و عملی تروریستی مو وقت پایان دادن. خب درسته، این خود شما میگه که زدن کوفتن عملی تروریستی پایان بعد از اون. خب پس چرا حملات دوباره شروع شد؟ اینی به این سوال جواب نمیده. این می سوال در کل مقاله خود جواب نمیده. خوب که از بین بردم وقت سال 2002 گفتن روی که بیشکن چرا دوباره شروع شد که کار به اینجا کشیده، این جواب نمیدار. خب ذکر این زرویز که در او زمان مثل حال میگن این افسران سطح متوسط و افسران کوچک بودن که برای یک عملی همه جانبه فشار آوردن. نگهگانی رهبران نمی کردن این کار، حملی هم جانبه.
منظورش از حمله همه جانبه سفرسازی جمعیت فلسطین است، دیگه معنایی نداره. خواما چرا نشد؟ این تیوریسان میگه گپشیست که غیرت نکردن. فرمانده عالی پر از ترس و بیانگیزه، حتی بعد از صدور دستور میگه تردید میکردن. این میگه که اصلا گوش دو گوشت پخته میماندی، چشمتون بسته میکردی، هر کاری که باید میشد باید میکردی، جهان و دیگر طرف مقابل بیخی نادیده میگیره. این پروفیسور اصلا بیتی چی بکنه؟ خب آل چطور؟ همه غزه پاکسازی شده، همه جانبه، همین کلمه همه جانبه رو 41,000 کشته و 120,000 زخمی، هیچ اثری از زندگی انسانی در غزه نمونده. خب آل چطور؟ کجاست؟ دست آورد. میبینی که همه چیز نتیجه چشته معکوس شده. اسرائیل در این جنگ چطور به نتیجه نرسیده؟ این پروفیسور به نام اسرائیل هار چرا جواب نمیده؟ در این مقالهش من جواب ندیدم. به خاطر جواب نمیده که جواب نیست. در مغز از او جواب آخر است. اما در میدان عملی او جواب آخر کارآمد نیست. اوضاع تغییر کرده. پس چی؟ او پس چی؟ تاوان توهم کنی خود می پردازم. زمان و زمینه عوض شده. اوزا توهم کن است. یعنی می آدم کلان آدم مؤسسه به اصطلاح شالوم هارتمن در شورای جامعه یهودی در یهودیت سامرا و غزه این کار کرده. نظرش این رقم کاملا به سلام و کاپی بنگویر. حالا میگه که ایران پشت قاچاق اسلحه و پول و غذا و چیزا چطوره که ای که خبر نیست. حالا این یک چیز نونی از بدیهیات است که حالا ایران در پشت معلوم دار. اما ریشه اصلی انگیزه فلسطین بر جنگیدن و رها شدن از وضعیت است. اینی را نمیگه. ایرانی خود نامده جنگ بکنه در غزه یا در کرانه باختری. این ریشه مثلا در انگیزه و قدرت روحی و سلاک کسایی است که کشتیشان شکسته شده و غرق شده. آل اونا جنگ میکنن دو گزینه، روی دو گزینه دار. مرگ بر به دست آوردن زندگی. نه مرگ میگیرن که زندگی رو به دست بیارن. مرگ به اصطلاح قبول میکنن تا سرزمین های از دست رفته دوباره بیاد. اما این نخبه اسرائیلی میگه که فقط بررسی کامل هر مکان که تروریست ها باشن اوجه باید بررسی شود، سازماندهی و چنین جبهه را به اصطلاح که در جای باشه باید ریشه کن شود، چه در مقیاس کوچک چه در مقیاس بزرگ، هیچ کاملا نمود تعقیم شود به اصطلاح نابود شود. اوی عجب آدم از راسته که آدم های دفتر نشین با عوامل میدانی فرق میکنه دیدگاهشان. زود کجا رو میتونن بررسی بکنن؟ 7 جبهه است. سفارش یادم نیست که بر روال همیشگی خیز پیش دستانه باید انجام بگیره. اما عادت که هست نه؟ اما این خیزای مرگبار اگر عاقبت خوش می داشت در 77 سال همه چیز روبرا می شد. پس معلوم میشه که او خیزای پیش دستانه یعنی نتیجه معکوس داده. خود این آقای اسرائیلی مگر پاسخ سخن خود خودش میده در یک جای چی میگه؟ میگه بمبگذاری های انتحاری، عملات به غیر نظامیان و سربازان در جاده ها و تولید موشک های حماس و حزب الله در پر جمعیت ترین منطقه اسرائیل
پرتاب می شود، پرتاب خواهد شد بین حزره و جدره. خب پس چطور این رایش چی است؟ راه را نشان نمیده، اما راه کنه تجربه ناکام دوباره پیشنهاد میکنه. اینمی یکی دیگر دلایل و در واقع اصلی ترین دلیلی است که چرا ارتش باید میگه فورا دست به چنین عملیات بزنه، نه ای که منتظر بانه که موشک ها آماده پرتاب شوند، نه پیش از شما برین بزن همی کار میکنن. نتیجه چی؟ نتیجه حتی و مثل نتایج 20 سال و 30 سال پیش نیست، بیخی یک رقم برگشت میخوره. ای بود بررسی مقاله پروفسور اسرائیلی که اخیرا منتشر شده بود.